سلام به همگی به جلسه هشتم خوش اومدین از کاری که خداوند در شما در حال انجام دادن بسیار هیجان زدم بهترین هنوز در پیش رو هست اجازه بدین این طور شروع کنم هر سال که میگذره من الان 61 سالمه در مورد هر سالی که میگذره میتونم اینو بگم که رفته رفته ارزش و اهمیت الهام ایده های راهبردی برای من مسجل میشه منظورم از این گفته چیه اجازه بدین چند مثال از داخل کتاب ذکر بکنم فقط چند تا ایده راهبردی انداختن چوبی در آب ترخ تا میلیون ها نفر بتوانند از آب شیرین بنوشند ایده متفاوت و الهام شده برای ضربه وارد کردن به صخره و فراهم آوردن آب برای میلیون ها نفر ایده راهبردی جهت رژه رفتن در سکوت دور دیوارهای شهر برای شش روز و در روز هفتم هفت بار رژه رفتن به همراه نواختن شیپور و فریاد سر دادن که منجر به ورود و تسخیر آن شهر شد ایده راهبردی برای تشخیص برترین جنگجویان به واسطه آب دادن به آنها از یک چشمه تا بتوان تشخیص داد چه کسانی در هنگام آب خوردن چشم از میدان جنگ برمیدارند و چه کسانی همچنین نگاهشان به سوی میدان جنگ میماند ایدهای راهبردی در جهت خوردن سبزیجات به جای غذاهای گوشتی پادشاه به منظور قویتر و باهوشتر ماندن از بقیه ایدهای راهبردی جهت برکت دادن غذای اندک و توزیع آن بین پنج هزار نفر ایدهای راهبردی جهت استفاده از آب جمعآوری شده در کوزه ها و تبدیل آنها به شرابی ناب برای پذیرایی در عروسی ایده راهبردی آب دهان انداختن بر خاک و گل درست کردن و مالیدن آن بر چشم یک نابینا برای شفایش از نابینایی ایده راهبردی توصیه کردن به گروهی از افراد برای نپریدن به داخل دریا از روی کشتی در حال غرق تا بدین وسیله جانشان نجات یابد دقت کنید اینها فقط چند نمونه بودند ایده های راهبردی به ما در حرکت به سوی کسرت یافتن کمک میکنند در تمام نمونه هایی که ذکر کردم به چه وجه مشترکی میتونی اشاره بکنین ایده های راهبردی شامل به کارگیری داشته های دریافت کننده میشد در هر مورد تدارک الهی با استفاده از امری آشنا و در دسترس رخ داد یا چیزی بود که اونها در دست داشتند یا با تغییر جا و موقعیتشون اجازه بدید این جمله رو بگم و میخوام که اونو رو یادداشت کنین چون این یکی از نکات بسیار مهم در کسرت بخشیه خدا گاهی با بکارگیری عواملی معمولی کاری غیر معمول میکنه و نتیجه ای خارق العاده میگیره یک بار دیگه تکرار میکنم خدا گاهی با بکارگیری عواملی معمولی کاری غیر معمول می کند و نتیجه ای خارق العاده می گیرد. امثال فصل چهار آیه هفت حکمت برترین است پس حکمت را به دست آور. یه بار دیگه می خواهم این رو بخونم. حکمت برترین است پس حکمت را به دست آورد. اغلب حکمت الهی در قالب یک تدبیر راهبردی الهام شده به ما بخشیده میشه. یعقوب رسول میگه اگر از شما کسی بی بهرس حکمت است درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا میکند و به وی عطا خواهد شد. یعقوب در ادامه میگه اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد پس این اولین شرط لازم هست که شما باید با ایمان درخواست کنید و شما نمیتونید با عدم قطعیت یا همراه با تردید از او درخواست کنید و یا بگین آیا خدا حقیقتا این رو به من خواهد داد او میخواد که شما این ایده راهبردی رو داشته باشین تا بر زندگی بسیاری از مردم تاثیر بگذارین و او هیچ تردیدی نداره که شما اون تدبیر رو دریافت خواهین کرد زیرا کسی که تردید دارد در ترجمه مجده میگه کسی که شکاک است چون موج دریاز که با وزش باد به هر سو رانده میشود زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار پس اینجا دومین شرط رو میبینیم دودل و متزلزل بودن بنابراین وقتی حکمت رو میطلبیم باید با ایمانی راسخ و با قلبی پر از ایمان به حضور او برین وقتی دودل دل باشین این حالت شما رو به سوی ناپایداری خواهد برد چنین کسی نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت اگر شخص در حالت دودلیه هیچ توقعی برای دریافت از خدا نباید داشته باشه پس دوباره دو شرط لازم رو تکرار کنم درخواست با ایمان مستحکم و دو دل و شکاک نبودن جان کلام اینه که ایده راهبردی هدیه ای از خداست و وقتی دریافت شد حوزه جدید از تاثیرات رو به روی ما باز میکنه پس کتاب دام شیطان در سطح بین المللی جزو پرفروش ترین شده بود بیش از 25 هزار کلیسا در سراسر آمریکا از بسته های کمک آموزشی ما استفاده میکردن از اینکه مردم تحول و دگرگونی در زندگی هاشون داشتن خیلی هیجان زده بودم اینکه خدا داشتیم این پیام رو کثیر میکرد اما هنوز متوجه نشده بودم که سطح دیگه از کسرت هم وجود داره یایتون یا هست که اگه در چیزهای کم امین باشیم چیزهای بیشتری به ما خواهد سپرد درسته حالا داستان از این قرار لیزا در یک کنفرانس مختص بانوان در لندن مشغول سخنرانی بود سیوی که می سال 2010 تازه بازی گلف رو تمام کرده بودم بله کار روحانی خاصی انجام نداده بودم اومدم خونه خونه کاملا خالی بود بچه همگی بیرون بودن رفتم به زیرزمین و کتاب مقدسم رو با خودم برداشتم و حس می‌کردم که باید کتاب دانیال رو بخونم داشتم فصل دوم کتاب دانیال رو میخوندم و ناگهان روح خداوند تمام زیرزمین ما رو پر کرد کاملا سکوت کردم و شنیدم که صدایی به وضوح کامل گفت پسرم در رساندن پیغام من به جامعه انگلیسی زبان امین بودی حالا میخوام که تو منابع تعلیمیت رو به دست همه رهبران و شبانان دنیا که قدرت خرید اون رو ندارن برسونی مبهوت مونده بودم همه رهبران در کل دنیا همه شبانان در کل دنیا اما چیزی که توجه هم رو به خودش جلب کرد این بود که او گفت پسرم تو امین بودی در این مقطع امین بودن هنوز برا مفهوم کسرت بخشیدن رو نداشت این پیام اون جرقه ای بود که ذهن من رو منور کرد که بفهمم امین بودن به چه معناست به معنای کسرت بخشیدن این رو هرگز فراموش نخواهم کرد. نمیدونستم چی کار باید بکنم. با میدونستم که خداوند با من حرف زده. چند ماهی گذشت و ژانویه 2011 که در واقع هفت ماه بعد از اون اتفاق بود، من همچنان درگیر این موضوع بودم که چطور این مأموریت خدا را عملی کنم. یه روز جلسه ای داشتیم و همراه با همه مدیران بخش‌های مختلف سازمانمون دور یک میز جمع شده بودیم. و من گفتم دوستان میدونین که همیشه رویای من این بوده که تعداد کتابهایی که به رایگان هدیه میدیم همیشه از کتابهای فروشی بیشتر باشه ما میلیونها کتاب فروختیم و این یعنی در راستای رویا خوب حرکت نکردیم عملکرد پارسال ما چطور بوده چند تا کتاب تونستیم هدیه بدیم آیا تونستیم به همشون رایگان هدیه بدیم و یکی از حاضرین شروع کرد به گشتن توی کاغذهاش فکر مدیر بخش بینالملل بود و گفت که ما ۳۳ کتاب هدیه دادیم من گفتم این تصفاوره. گفتم من میخوام 250 هزار کتاب هدیه بدیم سکوت اتاق رو فرا گرفت همسرم اون لحظه رو اینطور توصیف میکنه کم مونده بود محتویات میدم رو بالا بیارم سکوت کامل حکم فرما شد و یادم که اولین نفری که صحبت کرد پسر بزرگم بود اون مسئول امور اداری سازمانمون اون گفت آیا نمیتونیم امسال از 100 هزار کتاب شروع کنیم و به تدریج ظرف چند سال تعداد رو بالا ببریم به با اون مقداری که تو میخوای؟ من گفتم نه نه نه, نه من میخوام همین امسال 250 هزار کتاب هدیه بدیم. و اون شروع کرد به توضیح دادن که چرا چنین رقمی غیر ممکنه آیا متوجه این تمام هزینه های مربوط به ترجمه ویرای چاپ و توضیح چقدر بالا خواهد بود چطور از پسش برخواهیم اومد و مدیر بخش بین گفت من ایمان دارم که ما میتونیم اما ادیسون پسرم میگفت اما اما هزینه خیلی زیاد خواهد بود و مدام به مدت 20 دقیقه چالش های پیش رو رو توضیح داد و در نهایت محکم با مش زدم روی میز نمیتونم بگم روحانی رفتار کردم یا جسمانی ولی با مش زدم روی میز و گفتم ما امسال 250 هزار کتاب رایگان هدیه خواهیم داد و دوباره سکوت همه جا رو فرا گرفت همه حاضرین در جلسات مات مونده بودن و در حقیقت جو خوشایندی حاکم نبود فردای این روز پسرم بهم گفت پدر من کمی از نحوه صحبت دیروزت با هم جا خوردم گفتم من از تو نمیپرسیدم که آیا موافقی که 250 هزار کتاب هدیه بدیم یا نه من گفتم ما باید این کارو بکنیم گفتم تو منو خوب میشناسی من اهل کار تیمی ام بارها نظر همه رو جویا شدم اما وقتایی است که دیگه نمیتونم نظر همه رو بپرسم اون گفت پدر میشه لطفا 24 ساعت آینده برای این موضوع دعا کنیم من گفتم باشه و من عملا اصلا دعا هم نکردم در خصوص این موضوع به دعای نصف و نیمه قناعت کردم چون من از قبل تصمیم رو گرفته بودم و فرداش بهش گفتم ما این کار رو خواهیم کرد سه هفته بعد من در فلوریدا در اتاق هتلی بودم و داشتم متنی رو تایپ میکردم اعضای تیمم میدونستن که صبحا وقتی که من دارم کار میکنم نباید بهم زنگ بزنن اما موبایلم زنگ خورد و نگاه کردم و دیدم شماره دفتره فکر کردم اونها که میدونن نباید به من زنگ بزنن حتما اتفاق مهم می افتاده پس جواب دادم صدای خنده و جشن گرفتن می اومد و پسر بزرگم ادیسون پشت گوشی بود و گفت پدر خبری برات دارم گفتم بگو گفت یک تاجر ثروتمندی از هدف ما برای هدیه دادن کتابا به شبانان سراسر دنیا با خبر شده البته نه از طریق ایمیل هایی که برای شرک مالیمون میفرستیم اون میخواد 300 هزار دلار به سازمان ما هدیه بده من گفتم وا خدای من تا اون موقع بالاترین مبلغ هدیه دریافتی سازمان ما ۵ هزار دلار بود گفتم حالا متوجه شدی که چرا در اون جلسه اینقدر روی دویست و هزار کتاب هدیه دادم پا فشاری میکردم او گفت پدر اگه بگی باید یک میلیون کتاب هدیه بدیم ما خواهیم پذیرفت و این باعث شد که ایمان همه اعضای تیم تقویت بشه و در نهایت اون سال ما موفق شدیم دویست جلد کتاب به شبانان و رهبران فکر کنم از حدود 46 کشور مختلف هدیه بدیم. کشورهایی مثل عراق، سوریه، اردن، میامار، کامبوج، ویتنام و همینطور میتونم کشورها رو ادامه بدم. معرفی مسنجر ایکس فضایی کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها این یک کتابخانه دیجیتال از تاوی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیوه شامل دروس ویدیویی کتابهای صوتی کتابهای الکترونیکی فیلمهای کوتاه و کتاب مقدس این فضای جدید بر روی تمام دستگاه های شما قابل کاربرد است کاملا رایگان و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا اپلیکیشن را از مسنجر ایکس دانلود کنید در ماه می همان سال من به همراه مدیر بخش بین در لبنان شهر بیروت بودیم و من برای شبانانی که از سراسر خاورمیانه اومده بودند موعظه میکردم و یادمه که شبانی از کشور عراق پیش مدیر بین ما اومد و پرسید آیا امکانش هست که من با جان ملاقات بکنم منم گفتم بله حتما ما در لابی هتل همدیگه رو دیدیم اون مرد جوانی بود 36 سال سن داشت چشمانش برق میزد و او گفت که شبان بیور من شما رو به عنوان پدر در زندگیم به شما میارم هر نوشته ای از شما که به دست رسیده رو تا الان خوندم من با کارت اعتباری پیغام های شما رو از روی وبسایتتون دانلود کردم و یادم وقتی که این رو گفت از خجالت میخواستم زمین دهم باز کنه و منو ببله با خودم گفتم این فرد یک شبانی از کشور جنگ زده ی عراق که مجبوره با کارت اعتباریش پیغام های منو بخره خداحافظی کردیم و دیگه بقیه رو نشیدم به صورت برگشتم به اتاق و فریاد زدم بلند فریاد زدم خدایا باید بهم به کمک کنی و ایده ای بهم بدی که بتونم این پیغام ها رو به رایگان به دست شبانان سراسر دنیا برسونم و یادمه که چند روز بعد از اون کلافگی شدید ایده ای دریافت کردم با خودم فکر کردم نسخه چاپی کتاب ها رو به زبان های مختلف مثل عربی اردو هدیه میدیم و اونها فقط نسخه های چاپی رو دریافت میکنن چی میشه اگه ما یک دیویدی در انتهای کتاب قرار بدیم چون هنوز در این کشورها خیلی ها از کامپیوترهای استفاده میکنن که دیویدی خان دارن چی میشه اگه ما منابعی که صدها دلار قیمت دارن رو روی دیویدی ها بذاریم یا اگه ما تمام بسته آموزشی مربوط به اون کتابها رو روی دیویدی داخل کتاب بگذاریم چقدر خوب میشه اگه یکی از کتابهای های لیزا رو هم توش بگذاریم یا یک کتاب عهد جدید پس رفتم پیش مدیر بخش بین گفتم این ایده عملیه او گفت بله و ما شروع به برنامه ریزی کردیم و یادم تابستون همون سال همراه تیممون نشسته بودیم بهشون گفتم ایزان ما به جای اینکه فقط کتاب رو به شبانان هدیه بدیم میخوایم به همراه کتاب یک دیویدی هم که منابعی به قیمت 500 دلار در اون خواهد بود رو به اونها هدیه بدیم میدونین چه اتفاق افتاد یک ماه بعد فردی با هواپیما از ایالت تگزاس به کلرادو محل زندگی ما اومد درخواست کرد که با من و لیزا ملاقاتی داشته باشه او یه اتاق بخصوص برگزار جلسه در یکی از هتل ها رزرو کرد و با هم نشستیم و شروع کرد به گریه و گفت جان و لیزا من میدونم شما به شبانانی که قدرت خرید ندارن کتاب رو هدیه میدین میخوام در این کار به شما کمک کنم و از اون طرف میز یک چک به ما داد و مبلغ چک 750 هزار دلار بود با این مبلغ تونستیم هزینه هدایای اون سال رو پرداخت کنیم اما بعد این فکر به سراغم اومد چطور میتونیم این روند رو هر سال ادامه بدیم آیا دوستان تاجر ما همیشه به ملاقات ما خواهند اومد یا برامون چک خواهند فرستاد و باز خداوند در یه شرایط دیگه ای بعد از یه کلافگی دیگه در دعا با من سخن گفت پرسیدم خدا چطور میتونیم این روند رو حفظ کنیم و او گفت پسرم تو در دنیای گلف معروفی یه تورنمنت گلف را اندازی کن در کلرادو هتل زیبایی هست به نام براد مور جایی که آزاد گلف اونجا برگزار میشه یه تورنمنت راه اندازی کن و برای اون کشورها هدایای مالی جمع آوری کن رفتم پیش لیزا و ادیسون ژانویه 2011 بود با کمی تو گفتم میخوام یه تورنمنت گلف راه کنم میخوام از سراسر آمریکا افراد رو دعوت کنم تا اونها این فرصت رو داشته باشن که به تیم ملحق بشن که هدفشون رسوندن منابع شاگردسازی به شبانان در سراسر دنیاست در اولین تورنمنت ما 340 هزار دلار جمع کردیم در دور بعدی 750 هزار دلار در دور بعدی یک میلیون و سی در دوره بعدی دست آخر به دو میلیون و 500 هزار دلار رسیدیم. سال اول ما 271700 دو جلد کتاب هدیه دادیم. سال بعدش یک میلیون و 300 هزار جلد کتاب به شبانان و رهبران در سراسر دنیا هدیه دادیم. سال بعد دو میلیون و 700 هزار و مدام این رقم افزایش پیدا می کرد تا الان که به طور میانگین ما در حدود 6 میلیون کتاب به شبانان و رهبران هدیه میدیم و تا این لحظه که در حال فیلم برداری این جلسه هستیم 37 میلیون بسته آموزشی به شبانان و رهبران از 227 کشور مختلف جهان هدیه دادیم در دنیا 241 کشور وجود داره ما فقط 15 کشور برامون باقی مونده که به اونها هم برسیم و ما وبسایتی رو طراحی میکنیم که این شبانه میتونن به این منابع آموزشی و درس های ویدیویی که شما الان در حال تماشا هستین به زبان خودشون روی گوشی های تلفن همراهشون دسترسی داشته باشن و یه از مردم در کلبه های کوچیک زندگی میکنن بعضیا در چادر اما گوشی اندروید دارن یا آیفون دارن ما چیکار میکنیم ما همون کاری رو میکنیم که عیسی فرمان داد ما قومهای مختلف رو شاگرد سازی می کنیم آیا این کارو میتونستیم با تکیه بر قدرت خودمون انجام بدیم خیر هرگز و هرگز فکر میکنم الان درک بهتری از این گفته پولست دارم که گفت. اما به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض اون نسبت به من بی سمر نبوده است وقتی من یک جوان 20 ساله بودم هرگز به ذهنم نمی رسید که روزی توسط منابعی که خداوند اونها رو به امانت به ما واگذار میکنه بر زندگی میلیون ها شبان از سراسر جهان تاثیر خواهیم گذاشت اون موقع می گفتم چنین چیزی کاملا محال اما خداوند از طریق این اصولی که با شما در میان میگذارم این کار رو کرد این نکته رو میخوام بگم یکی از خادمین پنج تا قمتارش رو به ده تبدیل کرد پنج رو به ده خادم بعدی دو قمتارش رو به چهار تبدیل کرد خودتون رو با مقیاس کاری که ما انجام میدیم مقایسه نکنید فقط این رو درک کنین که وقتی به یک سطح مشخصی برسین خداوند شما رو کسرت خواهد بخشید سطحی که اونجا شما دست از کار نمیکشید چون همیشه سطح دیگه از کسرت یافتن در برابر شما باز میشه به هر که امین باشد بیشتر داده خواهد شد تا او به فراوان داشته باشد اگر شما کسرت بیابین به شما بیشتر داده خواهد شد و شما به فوزونی خواهید داشت برای من در زندگی هیچ چیزی مهمتر از اثرگذاری روی زندگی انسان ها با کمک انجیل عیسی مسیح وجود نداره شما میتونید زیباترین خونه ها رو به من بدین یا لوکس ترین ماشین ها رو اما هیچ کدوم از اینها منو قانع نخواهند کرد اونچه به من حس رضایت میده بنا کردن پادشاهی خداونده و اون هم نه با تکیه بر قدرت خودم یا قدرت تیمم بلکه با تکیه کامل بر فیض خدا و میخوام اینو بگم دلیل موفقیت این تیمی که با هم جمع شدیم مثل یک خانواده همراه با اعضای تیم مسنجر اینترنشنال در حدود 45 نفر از صاحبان کسب و کار وجود دارند که به تیم ما ملحق شدند یادم وقتی همراه لیزا به اروپا رفته بودیم چند شبان از کشورهای تحت جفای خاورمیانه به اونجا اومده بودند ما با هم به یک سالن مجزا رفتیم صدها تن از اونها با هم جمع شده بودند ما با در نظر گرفتن تهدیدهای امنیتی اجازه عکس گرفتن با اونها رو نداشتیم و من هرگز و هرگز از اونها رو فراموش نمی کنم بهشون نگاه کردم و گفتم شما به من و لیزا به چشم قهرمان نگاه می کنین ما قهرمان نیستیم میدونی قهرمانان واقعی کی هستن اونا صاحبان کسب و کاری هستن که میلیون ها دلار هدیه دادن تا منابع آموزشی به طور رایگان به دست شما برسه باور کنین تقریبا همه اون شبانا شروع کردن به گریه کردن چون اونها از کشورهایی تحت جفا بودن اونها مجبور بودن که به طور مخفیانه در کلیسای خانگی جمع بشن و با این همه منابع سازی در دسترس شون بود چون یک تیم در کنار هم جمع شده بودن و شون بنای پادشاهی خدا بوده این اون چیزیه که من و لیزا رو به شدت خوشحال میکنه هیچ چیزی بیشتر از این نمیتونه در زندگی به ما حس رضایت ببخشه وقتی که این شبانان رو ملاقات میکنیم که به شدت نیاز دارن تا از کلام خداوند تغذیه بشن این همون چیزیه که هدف خداوند برای شماست هدف او اینه که شما کسرت بیابین و به سطح بعدی و به سطح بعدی وارد بشین و اغلب او به شما یک ایده ایده راهبردی خواهد بخشید تا به سطح بعدی وارد بشین تا بتونید زندگی های بیشتری رو تحت تاثیر قرار بدین امیدوارم درس امروز مفید بوده و جلسه بعدی از این هم خیلی بهتر خواهد بود معرفی مسنجر ایکس فضایی کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها این یک کتابخانه دیجیتال از تاوی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیوه شامل دروس ویدیویی کتابهای صوتی کتابهای الکترونیکی فیلمهای کوتاه و کتاب مقدس این فضای جدید بر روی تمام دستگاه های شما قابل کاربرد است کاملا رایگان و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا اپلیکیشن را از مسنجر ایکس دانلود کنید